Right over here. There you go. I'll give her a book and a bowl. ساعت 8 شب است و در آخر روز کاری سنگین کارولین مالونی، ملیسا بین و دیبی وسرمن شولز از کپیتال هیل یا کانگرس به خانه برمیگردند. 5 سال می شود که این 3 زن عضو کانگرس آمریکا با هم در یک خانه زندگی می کنند و در واشنگتن با هم کار می کنند. کارولین مالونی از سال 1993 در کانگرس آمریکا راه یافت و بعد از 10 سال زندگی در یک آپارتمان این خانه را خرید. وقتی من این خانه را خریدم فکر کردم که این خانه مثل خانه رهبران سیاسی گذشته و بنیانگذاران کشور خواهد بود. زمانی که آنها در کنگره آمریکا انتخاب شدند در اتاق‌های جداگانه این خانه زیست می‌نمودند. در وقت صرف غذای شب با هم حرف زدیم و نظریات خیش را با هم در میان گذاشتیم. بنابراین من بعد دنبال دو هم اتاقی می‌گشتم و خوشبختانه که خانم دبی وایسرمن شولتز نماینده کنگره از ایالت دارا و از جنوب خانم ملیسا بین از ایالت غربی ایلینوی را پیدا نمودم و خودم از شرق امریکا از نیویورک هستم. همه مادر هستیم و ما مقامات منتخب مردم با نظریات مشترک می باشیم. این هم اتاقی ها در واشنگتن با هم کار و زندگی می کنند. آنها در طول هفته بین خانه و محل کارشان رفت آمد می کنند. ملیسا بین و دیبی ویسرمن هر دو عروسی کردن و اطفالشان در ایالت های دیگر هستند. کارولین مالونی اطفال بزرگتر دارد. خانم شولتز میگوید برای آنها یک پاداش خوبی است که در آخر روز به خانه برمیگردند و هم اتاقیشان دوستشان است و در خانه یک فضای گرم و صمیمانه وجود دارد. هم اتاقی های من در زمان از دست دادن عزیزترین کس در زندگیم با من بودند و مرا تسلیت دادند، کمک کردند. ما همه مادریم و کار میکنیم. زندگی مملو از مبارزات را در محیط کار و خانه سپری مینماییم. ما به همدیگر رسیدگی میکنیم و از همدیگر حمایت مینماییم. ویسرمن شولز و دوستانش بعد از آن که سرطان سینه‌اش تشخیص شد بیشتر ارزش قائل شد. وی سال گذشته این مسئله را علنی ساخت و امسال سرطان را پشت سر گذاشتانده است. کارولین مالونی ماه سپتامبر گذشته شوهرش را بعد از 31 سال ازدواج در حادثه کوهنوردی کوههای هیمالیا از دست داد. محل کار ما جای دویدن است، اما بسیار خوشایند است که خانه نزد دو شخص برمیگردم که با من نزدیک هستند. آنها از موفقیت من خوشحال می شوند و در مشکلات مرا کمک می کنند. اگر در خانه است یا در دفتر، این دو دوست خوبم با من هستند. اگر سال گذشته سال مهمی در مسئله خانوادگی این 3 زن عضو کنگره بوده است، امسال نیز برای آنها سال مهمی است. قرار است این 3 تن در خزان امسال دوباره نامزد انتخابات در کنگره شوند. اما ملیسا میگوید این بالای رابطه دوستانه ما تاثیر ندارد. اگر کار شود که ما دور از کانگرس زندگی نماییم، دوستی ما ادامه خواهد یافت. چیزی که کمتر جالب توجه است این است که شما به کانگرس برای دوست پیدا کردن نمی آیید، بلکه با نظر شخصی و منفرد می آیید، اما ما توانسته ایم بهترین دوستان یک دیگر گردیم. هفته گذشته این هم اتاقی ها با هم دیگر خدافزی نمودند، هر کدام برای سپری نمودن رخصتی های تابستانی نزد خانواده های خود در ایالات مختلف رفتند تا برای انتخابات آینده آمادگی بگیرند. در شروع سپتامبر آنها برمیگردند و امیدوار هستند تا تجربه رخصتی تابستانی را با هم در میان بگذارند و اگر دوباره در کنگره انتخاب شوند برای یک سال دیگر با هم زندگی نمایند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.